درود، حالتون چطوره دوستان؟ خیلی خوش اومدین به چنلمون. آقا ویدیوی قبلی رو انقدر کامنت گذاشتین و بهمون گفتین که از بافت قدیمی و سنتی گزدن ویدیو بسازیم که here we are به قول انگلیسی ها. امروز اومدیم بافت سنتی براتون ویدیو درست کنیم، ولی این یه ویدیوی بافت کردی معمولی نیست. چرا؟ چون اول کار اومدیم محله زرتشتیا رو بهتون نشون بدیم، بعدش قراره بریم محله یهودیا رو بهتون نشون بدیم و محله سنتی گزدن بافت تاریخی گزدن میریم و خودتون آماده کنین قرار خیلی جالب باشه. خب ما الان کوچه پشتی آتشکده ایم دوستان، که فکر نمی کنم مسافرها این سمت بیان دیگه، اغلب میان مستقیم میرن تو آتشکده و میرن. و خب راست این کوچه پشتی، اینجا این باشگاه زرتشتیان هست، اینجا محله زرتشتیان بوده، محله موبدان هم بهش میگفتن. زرتشتی ها همه جا توی از زندگی میکنن، ولی خب اینجا مثلا تعدادشون بیشتر بوده و اساسی بوده. این باشگاه هم یه جاییه که میخوان مراسم و جشن و ایناشون رو برگزار کنن، میان اینجا. دستی یه چیز جالب کشف کردم. ما این همه اومدیم آتشکده، ولی من هیچ وقت در پشتیشو ندیده بودم و الان دیدم و فکر میکنم این در دریه که خود زرتشتی ها میرن تو. ما راه نمیدن مسلما، این همونیه که وارد میتونن از اون سمت برن کنار اتاق آتش، یعنی اینطوری فکر میکنم. هستی؟ بله. میدونی ما یزدی ها به این محله من چیچی میگفتیم؟ یزدی ها به زرتشتی ها میگن گوره، که بیجورایی مخفف شده بگم چیزی کلمه گبره، و به زرتشتی ها میگن گور، و حالا چیزی زرتشتی ها میگن گوری. گفته محله گوری؟ آره محله گوری. شاید باورت نشه، ولی منم تا حالا این دره نیده بودم. هیچ وقت این کوچه نیمده بودم. آره نوشته ورود ویژه زرتشتی هم. ما خود جهت دونم زرتشتی بوده 100%، نمتونه بریم تو یعنی؟ نه. چقدر خوشگله از این سمت. قربون شما زنده باشه، سلامت باشه، شما خسته نباشید. چیزی که خیلی راجع به محله های زرتشت نشینی، حالا بگم روستا، جایی که برای زرتشتی هست من دوست دارم، اسم کوچه هاشونه. خیلی قشنگه، میدینی الان ما تو کوچه رستمیم. رستم نیستم. نه اون یکی اون سمت رستمه، این بر مستر خدا بخشه مست چیه نمیدونم واقعا. یه زمانی زیاد گیر نبودن این خونه های خشتگل، یا همش خراب کردن نو سازی کردن. این دانش آموزان که دارن جلو میرن همشون زرتشتی هستن. این کوچه خوشگل هستی؟ خیلی. سابات هم داره روش. یه بومبست هستی؟ ولی بومبست قشنگیه. صابخونه به گلوگی ها خیلی علاقه داشته. کوچه ناهید. من راه میرم اسم کوچه ها رو میخونم. این خونه خوشگل هستی؟ خیلی خوشگله. من بازسازیش کردم. وای آقای خیلی قشنگه این طرحای کناره.
این کوچه اسمش چی هستی؟ مخمل شاید. آقا من این همه یزدگردی کردم، بعد این مدلی هم که دیگه همه جاهای یزد دیدم دیگه، بعد میام میبینم نه، من دفعه اوله که میام اینجا و چقدر جالبه، اصلا عجیبه، من تا حالا نیومده بودم، خیلی حس خوبی داره این منطقه، خیلی دوستش داشتم. دوستان اگر اومدین یزد و اومدین آتشکده حتما این کوچه پشتیاش هم بیاین، نمیدونم تجربه جالبیه، مخصوصا اینکه الان دارم اینجا راه میرم بعد از گوشه کنار افراد دارن زرتشتی با هم صحبت میکنن، اصلا یه حس خیلی خاصیه. اگر که ویدیومون رو تا اینجا دوست داشتین که یادتون نره لایکش کنین که به دست بقیه هم برسه و سایرین بدونن ما یه همچین چیزایی تو بافت سنتیمون داریم، فقط خشت خامونه نام گل و این جور چیزا نیست، و دکمه سابسکرایب بزنین که ویدیوهای بعدیمون هم از دست ندین. نظرتون هم برام کامنت کنین. خسته نباشید. شما همه زرتشتی هستن بچه‌ها شما؟ بله همه زرتشتی. کدوم مدرسه هستید؟ من استعمار کردم. سلام. موفق باشید. قربون شما. زنده باشید. این ساختمون خراب شده هستی. بعد بازسازیش کردن. ولی بازسازیش مال 40 سال پیشه. خب ما الان اومدیم کوچه کنار کوچه مسجد جامعه ایم و قراره که این محله یهودی ها رو بتونشون بدیم که ما یزدی ها میگیم محله جودا، یعنی محله جودها، و جایی بوده که یهودی ها اغلب زندگی میکردن. دوستان اینم برج ساعت مسجد جامعه است. خب اینم کوچه یهودی ها، یکی دوست یهودی هم داریم زنگ سدم بیاد اینجا قشنگ برام توضیح بده. دوستان کنیسه کشف کردم. من تو اینترنت خونده بودم که چند تا کنیسه توی یزده، ولی فقط ملا آقا بابا رو دیدم که قبلا ویدیوش هم ساختیم میذارم این بالا. اینجا کنیسه کماله و چیزی که مشخصه اینه که اصلا در وضع خوبی نیست. خب ما تو این کوچه‌ای که الان هستیم اسمش مشروطه است و اینجا چند تا خانواده یهودی زندگی میکنن. داستان این که بگم چی شده یهودی ها اومدن توی یزد و اینا، چه دوران صفویه این اتفاق میفته. یه گروه یهودی ها میان توی یزد، اول توی منطقه یعقوبی و موریابا، مریم آباد، ما یزدی ها بهش میگیم موریابا، اونجا زندگی میکردن. و مردم اصلی اینجا انقدر ماشین و موتور میره میاد، مردم خودشون توی این منطقه همین مسجد جامعه بوده و فهادان زندگی مثل قلعه بوده تو زندگی میکردن. آفرین، مثل یه قلعه حالت حصار داشته، اینجا امن‌تر بوده برای اینجا زندگی میکردن. یعقوبیا ولی جدا بودن، یه منطقه یعقوبیا یهودیا جدا، یه منطقه دیگه بودن، تا اینکه یه مشکلی برای حاکم شهر پیش میاد و یه یهودی این مشکل رو برطرف میکنه. به عنوان جایزه و پاداش حاکم شهر میگه اجازه دارین شما هم بیاین توی این قلعه، یعنی توی این منطقه زندگی کنین، و یهودی ها میان این محله اینجا ساکن میشن. آقا یه چیزی که جالبه بدونین اینه که یهودی ها 13 تا کنیسه توی استان یزد داشتن که خب خیلی هاش که تخریب شده کامل، خیلی هاش هم در حال تخریبه، و این پارکینگی هم که اینجا مشاهده میکنین کنیسه بوده. به باورتون میشه هیچی نمونده ازش؟ نه، دیوار کنیسه. آره به جز این دیوار کنیسه. و اینجا کنیسه همایون بوده، اسمش مثل اینکه 500 متر کنیسه بوده. 500 متر کنیسه شو میگم بوده، خیلی هم بزرگ بوده و الان هیچی نیست ازش. حالا پارکینگ خدا رو شکر استفاده میشه. خب این از باقی بافت سنتی یز. این هم پارکینگیه که یک ماه تخریب کردن و هنوز درست نکردن. یه ماه دیگه هم درست نمیکنن، سال دیگه ان شاءالله درست میشه. خب یه چیزی بگم، پشت سرم اینجا حوزه علمی است. من جدیداً یه چیز جالبی راجع به حوزه علمی یاد گرفتم. اینجا قبلا بیمارستان بوده، ولی خیلی از خونه های قدیمی یا مثلا مکتب خونه ها اینجور چیزایی هم که داشتیم اینا تبدیل به حوزه علمیه میشن. یعنی نمیدونم چجوری بگم، در گذشته خونه های قشنگی بودن که امروزه تبدیل شدن به حوزه علمیه. این هم که بازارش ها قدیمی هسته که همه مغازه هاش کلان تعطیله روز چند تاش. گور به نکنی رومتون نیستن رای دل میکنه بابا. حسن نوشت نکنی مغازه یه نوبایی تنوری آقای که تیر برقه. خب تعجب نکنید از این تیر برقه که بابا دوست داره. خب رفته تو ساختم. تو فیلم ها نشون میدن که درخت تو ساختمونه، این تیره وقت ساختمونه کنه، یعنی صحبتی ندارم.
آقا لابلای این همه خشت یا این آجر رو چی میگه؟ خیلی از منطقه های از این شکلیه که یهو یه بنا. دوستان امروز ما هی راه میریم هی کنیسه کشف میکنیم. اینی هم که الان دارین اینجا میبینین یه کنیسه دیگه است که حدود 80 سال پیش ساختنش و دلیلش هم این بوده که ما انقدر یهودی توی یزد زیاد داشتیم که کم بوده کنیسه داشتن، اینم اضافه کردن. اینم داره من خراب میشه نه؟ آره دیگه اینم داره خراب میشه. بله خیلی هم داره خراب میشه. خب اینا خود در ورودیه همون یهودی ها. آره اینو قبلا تو ویدیو کنیسه بهتون نشون دادیم. اینم تابلوشه. خودوشی کشف کردیم هستی؟ کنیسه. یعنی از جمله چیزای جالب این محله اینه که قدم به قدم کنیسه است. خیلی کنیسه هایی هستی که به هم. خب اینم ادامه بافتگردیه. اینجا هم کنیسه ملا آقا باباست. بله اینم کنیسه ملا آقا جامع هستی جامع. یک نشانه نمونه برای زندگی مسالمت آمیز مسلمانان یهودی‌ها بخوام بگم این بوده که ما یه آیت الله وزیری توی یزد داشتیم و خب همونطوری که می‌بینین الان مناره‌های مسجد جامع اینجاست و از اون پخش می‌شده ازش. خلاص این سمت هم دقیقاً این اونجا مسجد این سمت محله یهودیاست. این آقای آیت الله وزیری گفته بوده سمت بلندگوها این سمت نباشه که یهودی‌ها اذیت بشن به خاطر حالا سر و صداش هر چیزی، به سمت دیگه‌ای گذاشته بودنش. خب وارد محله شدیم که پر تقاس. تقا و پشت درست پشت مسجد جامع. مسجد جامع هستیم. کوچو. ها حواست باشه موتور گلتو نزنه. ها در خودتو باشید. چقدر پیش داره اینجا. اینم در بوده دیگه. یکی از درام هسته جامعه که پلم شده. هست این چیشیه؟ کتابخانه وزیری، همون آیت الله وزیری که گفتم. گفته جالبش میدونی چیشیه؟ نه چی؟ مخزن اون قنات جنوک تو اینه. آه آوانبار جنوک. قایم هسته جامعه در داشته یه در دیگه. نمیدونم تو کدوم ویدیومون گفتم ولی قبلا بهتون گفتم مساجد ایرانی باید 7 تا در میداشتن. حتی جاهایی مثل مسجد جامع فرج هم که در واقعی نبوده روی دیوار یه کندکاری انجام دادن که مثلا دره مثلا. که 7 تا در باشه حتما. ها این یکی تیره برقه نکنه از سخت بودنشون گرم یه اسمی داره. یه اسمی داره این معماری هایی که به محیط زیست البته اونا توجه میکنن و آسیب نمیزنن. حالا اینجا تیر برق هم جزء محیط زیست در نظر گرفتن. آیس خیلی جالب پیدا کردم. نگاه کنید به خدا تابلو رو ببینید. البته خوندنش داره سخته. این یه مسئله هست. نوشته کارخانه قالی بافی. خب با غین نوشته. قالی بافی چرا؟ خب بعضی معلومات توی از داریم. خب مثلا به غن چی میگن؟ غن چی؟ غندون. خب نه آره ما اینجوری تلفظش آره ولی چرا اینجوری نوشته؟ غالی بافی. غالی بوده غالی نبوده. اینه خب آن بره جن نگه بقل این غالی بافی این کتی بشن. خب میگن دوستان دوزیده تقا 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 تو دیر دون میخواهی تقا وجود داره. بلنده ولی ما خواسته باشیم تو این بافه قدم بزنیم فیلم بگیریم. 2-3 ساعت فیلم میشه ده. آره خیلیه جا خیلی قشنگی داره. چون به حال یه محله خیلی بزرگ قدیمیه. این بافت یعنی بافت سنتیه یه از 72 هکتاره. دوستان خودتون ببینین اینم یه در دیگه مسجده. این دره بازه. آه توریست هم دارن چادر سر میکنن. آقا اینم یکیه داره مسجد جامع یزده. در عصر خب بعد هم میبینه این هم یکی دیگه آوان باره آمر وزیره که من درش بسته.
آقا چند وقت پیش با یکی از دوستا اومدم که دونه خونه بخره اینجا، گفتن خونه یکی از خواهان یهودی بود، حالا نم چقدر راسته چقدر دروغه. این خونه رفت داخلش خیلی قشنگ بود، حتی همون مخزینه و خیلی خونه شیکی بود، قیمتش هم فکر کنم گفت 23 میلیارد، ولی دیرش رو عوض کردن، گفت دیرش هم موقته، کاش کلیش داشته برفتن تو میدیده. آقا نم که باد گیره که بعدا با آج و رو آهن و اینا ساختم، میبینه اصلا قشنگ نیست، اصلا قشنگ نیست، اصلا دوست ندارم. اونم خونه آیت الله وزیریه. آه اونجا بوده آیت وزیر خدا بیامرز شده. حجت الاسلام و آیت الله فرق دارن؟ خیلی بابا. واقعا؟ آره. خب پس حجت الاسلام وزیری. حجت الاسلام وزیری بوده. چه خونه خوشگلی هم بوده. الان اینجا بغل مسجدم این کتابخونه هم هست به نام کتابخونه وزیری. اینم بقعه است دوستان، بقعه سید طاووس. و من تا یادم نرفته اینو بهتون بگم، ما یزدی‌ها تفریحمون عمدتا اولین چیزی که به ذهنمون میرسه برای مثلا بخوایم بریم بگردیم اینه که بریم باف سنتی، و من 1,000,000 بار اینجا رو اومدم ولی هنوز جذابیت داره برام. ولی یه چیزی که وجود داره چند ساله باف خیلی عرض قول پیدا کرده دو همه دوستات قبلش خبرو نبودن. قبلش که اصلا ببینین تا زمانی که یزد، من همیشه سر کلاسامون هم میگم، تا زمانی که یزد ثبت جهانی نشده بود اصلا راحت میزدن میکوبوندن خونه ها رو جاش خونه جدید میساختن. از وقتی که ثبت جهانی شد یونسکو گفت اجازه ندارین، نتونستن دیگه به این بخشم توجه کردن. وای این چیز خیلی قشنگه. نه کنید باز کنم الانم میتونم مشکل نداره، ولی خداشون میتونم ما نمیتونیم. آقا نه کنید دو چرخ رو چطور خورف زده به این تیره برق. چند ساله فکر کنم نه کن اصلا این پنچره چرخ نه کن چند ساله فکر کنم این جایه بنده خواه یادش رفته بوده، جزوی از جاذبه های گردشگری منطقه شده به نظرم. چقدر این کوچه خوشگله. تقا بلاشکو هستی؟ پاییزه دیگه پدر من، خوش شده. تو دلتون هم بخواه اینجا کافوگاه خوشگل وجود داره. من هر وقت میام اینجا یاد نیوزلندی ها میفتم. یه خانواده نیوزلندی یوتیوبر اومده بودن از افکا ویدیوشم، آره ویدیوشم گذاشتیم براتون، بعد اومده بودن این اقامتگاه دوستانه. آه این اقامتگاهشون بوده؟ آره اینجا همینجا بوده. چقدر میره اونو خوب بوده؟ خیلی من دوستشون داشتم، دلم تنگ شده براشون، حالا مجبوره بریم نیوزلند. اینجا میدان وقت و ساعت که پارکینگ شده، عملا دیگه میدونه اونجوری نیست دوستان. بعد اون سمت هم سید رکندینه، بقعه سید رکندینه. این هم نخلاه وسطشه. آه این نخلاه این برن که ساخته اونه خوشگل، این برن هتل و کافه و اینجا هم یه عالمه تولیدیه. آه اومدم قبلا، آه اومدم بعدم این قشنگترین همه شده که اینجا همومه این پایین. خب بس نمیرم پایین، درش بسته. خب این هم امامزاده سید رکندینه. مقصد زناه بیشتر نه؟ چهارشنبه فقط زنا میان، به مرد حاجت نمیده. چهارشنبه به مرد حاجت نمیده. کوچه مسجد جامعه داریم میریم که اینم کوچه هستی مسجد جامعه. و اینم در اصلی مسجد جامعه. خب اینم بازار چه صرافه ها نه؟ یکی از جامعه هم تو این بازار چه؟ خب اینم یکی در مسجد که همیشه بسته، درسته؟ خیلی سپاسگزارم از اینکه تا انتهای این ویدیو هم همراهمون بودین. شاید باورتون نشه ولی این ساختمون پشتری من هست که دوتا کانر کولر داره، اینم کنیسه است. یعنی ما امروز فقط کنیسه دیدیم. اگر این ویدیو رو دوست داشتین یادتون نره که لایکش کنین که به دست بقیه هم برسه. دکمه سابسکرایب هم بزنین که بقیه ویدیوامون از دست ندین. بدرود.